همیشه در دلم حماسه وطن شراره می زند به جان و اهرمن. تو به راه به لوح عشق به دلم نوشتم، تو را به خون خیش به جان سرشتهام. وطن به راه تو گذشتهام ز جان، به جان عاشقان برای من بمان. تو صبح صادقی، توی پگاه من، به هر کران توی چراغ راه من. به هر بهانه قرار من تویی، به هر کرانه کنار من تویی. شکوه مهر تو نشسته در دلم، به هر کجا روم تویی مقابلم. به هر کجا روم سرود من تویی، سلام عاشق درود من تویی. سلام و جشن استقلال صدمین استقلال افغانستان و همه همتان عزیز ما که بیننده برنامه نسیم صبح هستند، مبارک باد باد. به امید از اینکه یک روز خوب را داشته باشیم در سراسر افغانستان، خصوصا در ولایت جوزجان ما که شاهد استقلال افغانستان هستیم، او هم صدمین سالگرد استقلال افغانستان که امروز البته صدمینش هست. به امید از اینکه بتانیم یک استقلال خوب داشته باشیم و همیشه افغانستان معاری هست جنگ و بی‌ثباتی و درگیری ها باشد و بتانیم با صلح سرتاسری جشن استقلال افغانستان را جشن بگیریم و در هر گوشه ای از کنار افغانستان بتانیم پر از آرامش و پر از خوشی های پر از لبخند ها را در زندگی خود و لبهای خود داشته باشیم. خب حادثه استقلال، حادثه که در کابل همچنان به وقوع پیوست دیشب نه پریشب، این همچنان خیلی تاثیرگذار بود بالای جشن استقلال افغانستان که در خود کابل در دارمان شاید امروز جشن نگیرن به مناسبت هست ماتمی که در شهر کابل و هتلی که در شب انفجار که رخ داد تقریبا هست، تعداد هموطنان خیلی زیاد ما را از دست دادیم. این مناسبت شاید در کابل جشن استقلال پرشگوه جشن گرفته نشود، اما در 33 ولایت از افغانستان امروز جشن پرشگوه را خود داشتیم. خب زیاد پرعرفی نمی کنم، سلام و صبح بخیر تقدیم می کنم به همکار خیلی خام سحر عزیز. جشن استقلال افغانستان و خودت مبارک سحر عزیز. تشکر. مهم هست که به وجود کشورمان افتخار کنیم، ولی مهمتر از آن این است که کاری کنیم کشورمان به وجود من افتخار کنه. درود به پایان خدمت همه شما خوبان در تقدیم میکنم. آرزو میکنم همه تان جور صحتمند و سرحال باشین و انشالله که یک صبح پر از خوبی ها را آغازگر شده باشین. علیکم سلام صبور جان، صبح زیبای خودت بخیر باشه و خیلی خوش آمدی و صدومین سالگرد استقلال از صمیم قلب تبریک میگم و خدا کنه امروز البته به خوبی و خوشی سپری شود و با وجود استقلال، گرچه ما استقلال بگوییم داریم نداریم صبور جان جای تاسف است که هم از یک سو جگر خون کننده هست و از یک سو خوشحالی هست. خب تسلیت باد به قرار باشه به هر چیزایی که در افغانستان رخ میده. خب این جنگ تقریبا 3 دهه است که در افغانستان وجود داره، اما قرار باشه با دست دادن هر فرد ما همیشه صحیح است. ای که بعض خانواده ما شاید در ماتم نشسته باشن، باز هم هر روز را ما باید خوشی را به بار بیاریم. قرار باشه ما نتانیم در زندگی و افغانستان ما خوشی بتیم، پس هیچ کسی نیست که به افغانستان ما بر فرده که در ملت ما هست زندگی میکنه برش خوشی بده. پس ما درک میکنیم همچنان که ماتم هست که در کابل هموطنان خیلی زیاد ما را شهید ساختن، هم باز هم ما امروز را جشن میگیریم چون استقلال ما هست و امروز افغانستان به استقلال دائمی خود رسیده که تقریبا 100 سال شد. پس بتانیم یک استقلال خوب داشته باشیم، بعد از این بر ما مهم است که بتانیم یک کشور پر از آرامش داشته باشیم. خب عزیزا تا دو ساعت دیگر مهمان خانه های شما هستیم و ما هم تلاش میکنیم که یک برنامه خوبی را تقدیم شما کنیم. خدا کنه شما هم تا پایینی برنامه با ما همراه باشین و مهمان خیلی خوب و همچنان خیلی خاص را دعوت کردیم که حتما انشالله میآیند در برنامه صحبت های خود داشتیم همراهشان و شما هم ما را دنبال کنین. و چه خوب صبور جان در آغاز بریم یک آهنگ میهنی. پیش از اینکه بریم طرف آهنگ بشنویم، ساعت 8 امروز البته فعلا هم هز 8 است در پارک بختی جشن استقلال افغانستان آغاز شده. کسایی که میخواین دیدن بکنن جشن استقلال افغانستان میتونن به پارک بختی برون و
آمادگی هایی که از طرف ارگان های مختلف در جهات جهان صورت گرفته میتونن اونجا دیدن بکنن، چون امروز روز پر از شادی هست. پس هر فرد از افغان اسم وطن دوستی که در وجود شورا امروز اصلا خود کنترل کرده نمیتونه، بلکه پر از احساسات هست، ملیگرایی و اسم وطن دوستی هست در وجود هر انسان. پس میریم، ما همچنان 2 ساعت ما همچنان در برنامه هستیم، بیننده برنامه ما باشیم و کسایی که میخواین بیشتر علاقه مند دیدن از پارک بختیا، جشن استقلال افغانستان در پارک بختیا است، میتونن اونجا همچنان برن از جشن استقلال افغانستان دیدن بکنن. آها، و با امید که سبو جان امروز هم به خوبی و خوشی بدون از کدام غم اندو سپری شوه و دوست عزیز امروز هم براتون خدا کنه خوشایند تمام شوه. و حالا هم میریم طرف یک آهنگ خیلی زیبای میهنی با آواز جاوید عمر، خیلی از هنرمند خیلی ها خوب کشور ما، یک جا تماشا میکنیم در ادامه ویژه برنامه نسیم صبح با ما باشید. بله، آهنگ تماشا میکنیم، بعد آهنگ دوباره برمیگردیم با یکی از پروفسوران از جاوجان استاد حسن، البته در بخش تاریخ میریم در مورد تاریخ افغانستان و بعض موارد که مربوط به استقلال افغانستان میشه، روی این موارد صحبت های خواهد داشتیم. از بینید دوباره برگشتیم، ادامه برنامه نسیم صبح هست و باز هم صدمین البته استقلال افغانستان تبریک میگم بر تمام قهرمان های عزیز، بر تمام کسایی که واقعا خدمت میکنن به ملت افغانستان، به کشور خود، و جای افتخار همچنان هست و هر سرباز ما در هر کجایی که هستن در پناه ایزد متعال باشن. و دوستا تشکری خاص میکنم از تمامیتون که تا این لحظات با ما هستین و همچنان استاد هم در برنامه با ما حضور دارن، پرسش های خود داشتیم راجع به امان الله خان که چه قسم آدم بود و چه قسم شخصیت داشت و چه راهکارهایی را داد و البته چه کارهای فوق العاده ای را کرد که چگونه استقلال افغانستان را به دست گرفت. ای البته پرسش ها را از استاد خود کردیم و شما همچنان ما را دنبال بکنید. و استاد باز هم خیلی خوش آمدین و در اول میخوایم راجع به شخصیت امان الله خان از شما بشنویم. تشکر. البته امان الله خان پسر حبیب الله خان نواسه عبدالرحمن خان است. امان الله خان یک شخصیت نسبت به اعضای سایر اعضای خانوادهش به خیر مردم بسیار میاندیشید و در زمان زمامداریش خیلی اصلاحات و پروگرام های اصلاحی را در افغانستان خواست پیاده کنه، اما در آخر باز نتانست. اما حبیب الله خان در حوت ما اول شب اول حوت 1919 در شکارگاه کلگوش لغمان به شهادت میرسه. بعد از او دو نفر برادرش که نصرالله خان همراهش در لغمان بود، او در لغمان اعلان سلطنت میکنه و با شنیدن این واقعه امان الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه. خب در بعد از اینکه جنازه خوانده میشه و امیر شهید یا حبیب الله خان در جلال آباد دفن میشه، بعد از او یک نوع جنجال ها بین امان الله خان و بین نصر الله خان بروز میکنه. احا. و امان الله خان از اینکه پروگرام های اصلاحیش زیاد بود، بیشتر بود، از این خاطر مردم از این استقبال میکنه و مردم از این حمایت میکنه، حتی سربازا هم حمایت میکنه. در جلال آباد یک سرباز هراتی میخیزه از امان الله خان حمایت خود را، حمایت تمام قطعات عسکری را اعلان میکنن. به این ترتیب نصر الله خان خودش باز از چی صرف نظر میکنه، امان الله خان من حیث پادشاه افغانستان خود را اعلان میکنه. خب البته وقتی که امان الله خان خود را من حیث پادشاه اعلان میکنه، بسیار پروگرام های اصلاحی را، استقلال و آزادی افغانستان را در مسجد ایدگاه به حضور مردم اعلان میکنه. بعد از او آهسته آهسته امان الله خان تدابیر نظامی را اتخاذ میکنه. در همین سال 1919 در داخل همین یک سال این بسیار اقدامات زیادی را به عمل میاره. البته در از 3 نقطه
از طریق جلال آباد، از طریق پکتیا، از طریق قندهار این آمادگی های نظامی را، ترتیبات نظامی را میگیره و اولین بار در این وقت است که اتحاد شوروی وقت تازه به در سال 1917 در اتحاد شوروی تحت رهبری آقای لنین یک دولت به وجود آمده بود. اولین بار دولت استقلال دولت افغانستان را تحت زعامت امان الله خان دولت اتحاد شوروی را به رسمیت می‌شناسد. البته در به قدرت رسیدن امان الله خان، بعد از اینکه امان الله خان در ایامی که به قدرت میرسه وضعیت جهان، وضعیت بین المللی، وضعیت ملی یک نوع تغییر یا یک نوع تغییر ایجاب میکرد، به خاطر از اینکه در ساحه بین المللی اتحاد شوروی بروز کرده بود، جنبش های آزادی خواهی بروز کرده بود و بسیار جنبش های مثلا جنبشات در ترکیه تحت رهبری مصطفی کمال بود، در ایران هم جنبش ها بود، در هندوستان جنبش های آزادی خواهی زیاد بود. یعنی برای امان الله خان برای استقلال رساندن افغانستان زمینه از نقطه نظر بین المللی بسیار مساعد بود. همچنان از طریق مسائل ملی هم پروگرام هایی که امان الله خان اعلان کرد و زراعت پیشه ها، زارعین، دهقان ها، اهل کسبه، اینا بسیار تحت شکنجه مالیاتی قرار داشتند. مثلا ما یک نوع مالیه را برای شما تذکر میتونم که برای دهقان ها مالیه میدادن، مالیه به نام خسبر بود. خسبر طوری است که دهقان ها کشت و زراعت خود را میکنه، جمع میکنه، بعد از او هیئت دولت آمده او را تخمین میکنه که این خرمن چقدر میآید. بعد از او اونا خرمنه میکوبن و حاصله میوردارن. این البته بسیار وقت میگرفت، اما امان الله خان وقتی که آمد همه زمین ها را به جریب تبدیل کرد، همه ساهای خود را به جریب تبدیل کرد. هر کس اگر کشت میکرد نمیکرد، اما سالانه جریب خود را میداد در دو قسط، یکی در اول سال دیگه در میزان جریب خود را میپرداخت. دهقان ها بسیار از این نگاه بسیار آسوده شدند. یعنی این که شرایط در افغانستان در اون وقت بسیار برای به پروگرام های اصلاحی امان الله خان، هم شرایط بین المللی هم شرایط ملی، کاملا آماده بود. سپاس آقای استاد. میشه بگوین که چرا امان الله خان به نام غازی امان الله خان یاد میکنه؟ خب غازی، ما و شما میفهمیم که یکی شهید است، یکی غازی است. خب غازی کسانی که در برابر دشمن بجنگه و غالب شوه، و در برابر دشمن، البته ای از غزا گرفته شده، کسی که غزا یعنی کسی که در برابر دشمن، و هم دشمن انگلیس بود، او را جنگید، از این خاطر او را به نام غازی میگن. خب البته جنگ امان الله خان طوری است که ما پیشتر هم یک اشاره داشتم که از سه جبهه، در جبهه جلال آباد سالم احمد خان وزیر دفاع امان الله خان قماندان بود، در جبهه پکتیا محمد نادر خان قماندان بود، در جبهه قندهار عبدالقدوس خان صدر اعظم وقت قماندان بود. همگی از اینا وقتی که در چی رسیدند، در امون مناطق جنگی خود که رسیدند، مثلا عبدالقدوس خان از در غزنی که رسید بر علیه انگلیس جهاد اعلان کرد، در غزنی که رسید بر علیه انگلیس جهاد اعلان کرد، تا که به قندهار رسید مردم داوطلبانه 100 نفر، 500 نفر، 200 نفر، هر کس به جبهه شرکت کردن گرفت. در قندهار که رسید جای بر مجاهدین، جای بر غازی ها نبود. باز قدوس خان مجبور شد که همه را به طرف جبهه سوق کنه، همه با مصرف خود، با امکانات خود، با همه چی خود، همه در جنگ اشتراک کرده بودند. خب البته شروع جنگ را در 4 ماه می است، در 4 ماه می جنگ شروع میشه. ایرم البته قبل از اینکه هدایت جنگی داده شود،
سالی محمد خان جنگ را آغاز میکنه. بله. وزیر اتباس از طریق جلال‌آباد آغاز میکنه، از خط دیورند پیش میره و همچنان عبدالقدوس خان و دیگرا هم جنگ را آغاز میکنن. اما ما و شما میفهمیم که همیشه انگلیس ها وقتی که انگلیس ها در برابر افغان ها 340,000 عسکر داشتن. بله. 340,000 عسکر در خطوط جبهه اونا آماده داشتن، تیاره ها داشتن، دیگه وسایل نظامی. فاتح جنگ اول جهانی بودن. با وجود از این هم علاوه از سلاح هایشان توطئه، دسیسه، استخدام جاسوس ها و پروپاگند ها، اینا هم از این هم انگلیس ها بسیار زیاد کار می گرفت. حتی گفته میشه که امی محمد صالح خان را که معاونش با همراه معاونش اینا را تطمیع کرده میگن، تطمیع کرده، یعنی وعده داده که ما برای شما که اگر این جنگ به نفع ما تمام انگلیس تمام شود، ما برای شما 5 صندوق طلا میدیم. خب اگر چنده که 5 صندوق طلا را هم بعدا نمیته، او را سنگ ها را ملامه کاری کرده میته، اما جنگ را در او جبهه را به نفع انگلیس ها اینا شکست میتن. یعنی شهدا در میدان میمانه، 400 نفر شهید در میدان میمانه، زخمی ها و شهدا در میدان میمانه. انگلیس ها او شهید ها را در هر درخت و در پایه ها آویزان میکنه به خاطر عبرت دیگرا، به خاطر از اینکه به دیگرا عبرت شوه. یعنی ما اینقدر قدرتمند و غالب هستیم که هر کسی که در برابر ما قیام میکنه و حمله میکنه اینی تو روز را سرش میاریم. بله. از این خاطر این کارها را. اما الله خان از دیگه خبر میشه، باز دیگه اونا البته تا جلال آباد پیش میه، باز یک قوای تازه دم ملی و دیگه باز اونا را باز به عقب میرانند. خب استاد کمک کوتاه‌تر قسم میکنیم چون وقت برای ما همچنان کمتر است، میشه این جریان را کم کوتاه‌تر بگیریم چون برسیم به استقلال افغانستان. بله. خب جنگ یک ماه دوام میکنه. بله. یک ماه جنگ دوام میکنه. در سه ماه جون بیشتر اگر اصلاح کنیم، در سه ماه جون که جنگ آغاز شده بود، در 4 ماه می جنگ ختم میشه. یعنی یک ماه جنگ دوام میکنه، جنگ بین افغان و انگلیس. باز متارکه میشه. بعد از او شما میفهمین که در راولپندی یک نشست صورت میگیره از طرف افغانستان. علی محمد خان وزیر اشتراک میکنه. اینا در طی 5 ماده هم اینا یک معاهده را امضا میکنن. بعد از او البته معاهده منصوری است. بعد از او مذاکره در منصوری باز صورت میگیره. مذاکرات منصوری باز به نتیجه میمانه. باز در کابل در سال 1921 باز مذاکره بین افغان ها و انگلیس صورت میگیره. هیئت انگلیسی در کابل میآیه. با وجود اختلاف ها باز امان الله خان یک مداخله میکنه. باز تحت 14 ماده یک معاهده امضا میشه. البته در معاهده ای که در راولپندی امضا شده بود 5 ماده بود، در اون ماده ها چند چیز ذکر میشد. اولی که دولت انگلیس برای حبیب الله خان و برای عبدالرحمن خان ما سالانه یک مقدار پول میداد. اول گفتش همین میشه که این پول را قطع میکنه. قدم دومش این میشه که در زمان عبدالرحمن خان، در زمان حبیب الله خان، اگر این دولت ها از مملکت های مثل ایتالیا و انگلیس و فرانسه و از دیگه جای ها سلام میخرید، از طریق هندوستان عبور و به طرف افغانستان می آوردن. این راه را قطع میکنه. این راه آوردن سلاح و راه عبور و مرور سلاح را از طریق هندوستان راه ترانزیت را میبنده. خب همچنان امی معاهده ای که معاهده چی خط دیورند را میگه که ایره پدرکلان تو پدرت ایره مراعات کرده بود، ایره رعایت میکرد و تو هم ایره رعایت میکنی. ایره امان الله خان هم ایره میپذیره خط دیورند. سپاس. میشه در مورد یکی از ویژگی‌های خیلی قوی تر و خیلی عالی تر امان الله خان صحبت بکنیم؟ چون پیش از امان الله خان ما
پاچه های پیشه را داشتیم که اونا نتوانستن که استقلال افغانستان بگیرن. پس امان الله خان توان زمانی که به اولین باره که به قدرت میرسه اولین بیانش همچنان این است که من بتوانم به زودترین فرصت باید استقلال افغانستان را به دست بگیرم. بله. بعضی همچنان کامیاب میشه و استقلال افغانستان میگیره. بله. استاد میشه خیلی کوتاهش میگیره. استقلال میگیره به این ترتیب است که امان الله خان پروگرام های اصلاحیش تمام ساحات در بر بگیره. ساحات فرهنگی، ساحات اقتصادی، ساحات اجتماعی را در بر میگرفت. مثلا وزارت معارف در زمان امان الله خان ایجاد شده. وزارت معارف. مکاتب بسیار زیاد در زمان امان الله خان به وجود آمده. جراید به وجود آمده. برای رادیو اقدام کرده بود. افرادی را به جرمنی تربیت کردند و بعدن پس آمدند و برای ایجاد رادیو اقدام کردند. و پروگرام های اصلاحی بسیار زیاد وجود داشت، از این خاطر مردم استقبال کردند. آها، سپاس، تشکر میکنم از استاد حبیب الله حبیب که امروز دعوت ما را پذیرفتن و صحبت های شیرینشان ما مستفید شدیم. گرچه قصه ها خیلی طولانی است اما وقت نیست. خب بازم تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سپاس. تشکر از شما. و دوستان عزیز، میریم طرف یک آهنگ خیلی زیبا که آماده نشده است، یک جا تماشا میکنیم. در ادامه با ما باشیم. و دوستان عزیز، دوباره برگشتیم. ادامه برنامه نسیم صبح هست و اینجا ما حضور دارم، البته در کنار ما البته از مکتب خصوصی مسمر، شاگردان مکتب خصوصی مسمر اینجا حضور دارن و به خاطر استقبال نیروهای امنیتی ولایت جوزجان اینا یک ترانه را مد نظر گرفتن که اجرا میکنن و ما هم همچنان اجرای از اینا را تماشا میکنیم. در ادامه برنامه نسیم صبح باشین و همچنان اجرای از شاگردان مکتب خصوصی مسمر. دست خود خشت و گلالای تمه سازم، ای مامن شیرین من جای تمه سازم. در ظالمان کردن قطع دست و پایت را، دست تو را می سازم و پای تمه سازم. دست تو را می سازم و پای تمه سازم. می سازم، می سازم، می سازم. افغان ستان زخمی جنگ جهالت ها، با کاکل الفت سر بودای تمه سازم. با کاکل الفت سر بودای تمه سازم. می سازم، می سازم، می سازم، می سازم. تغییر در آبادیت آریم، امروز می سازیم و هم فردای تمی سازیم. پشتون و تاجک اوز بگو هزار او ایماق، یک جا شده سرود و صدای تمی سازیم. یک جا شده سرود و صدای تمی سازیم. می سازیم، می سازیم، می سازیم، می سازیم. یاسی یا غمگین نباش از خاطر این خاک، ما این عروس تا قوز بایت می سازیم.
حبیب ما آزاد باد آباد با نغمه آزادیت نای تمی سازیم با نغمه آزادیت نای تمی سازیم می سازیم می سازیم می سازیم می سازیم می سازیم می سازیم مبارز وطن سرسخت‌ترین، دلیرترین و فداکارترین مبارزه هست که برای آزادی، استقلال وطن تا آخرین قطره خون خود مبارزه می‌کنند. دوباره سلام به همتون عزیز ما که از درچین اسم صبح ما را بیننده هستند و قسمه که ترانه خیلی زیبایی را تماشا کردیم که از طرف تیم ترانه مکتب کوسی مسمر بود که به استقبال هست سربازان وطن ما و استقبال هست تمام دلیران شجاعی که در صوف نیروهای مختلف هست نیروهای امنیتی پیوند دادن و در دفاع از وطن خود حرق می‌ریزند. ما همچنان دعوت کردیم سه تن از مبارزین از بخش بانوان پلیس ولایت جوزجان امروز میمان ما هستند. سلام صبح بخیر تقدیم از اینا در باره می‌رسیم. صبح خوش آمدید شما. سلام صبح بخیر. خیلی خوش آمدید. صبح شما بخیر. سلامت باشین و تشکر از که حضور پیدا کردین. امروز البته 100مین سالگرد جشن استقلال هست. برای شما تبریک میگم و انشالله که همیشه موفق باشین و شما خانم ملاله و اینا هستن خانم ملاله ای که البته چند سال میشه در بخش پلیسی ایفای وظیفه میکنن و واقعا این جای افتخار همچنان هستن که همتا بانوان خیلی موفق را داریم که در ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنن بدون کدام مانعی که سر راهشان میآید. ما همچنان 100مین سالگرد استقلال افغانستان به این سه بانوان دلیر شجاع جوزجان مبارکباد میگیم به امید از اینکه همیشه در زندگی موفق بوده باشین. در نخست از خانم ملاله میشنویم که چقدر مدت میشه که در صف پلیس ملی جوزجان ایفای وظیفه میکنیم و دارای کدام رتبه هستیم؟ اول تبریک میگم براتون برای همه بیتون. سپاس. در 11 سال میشه که وظیفه میکنم. در کدام رتبه و وظیفه میشه با وطن عزیز ما همچنان شریک بسازه؟ اول سرباز بودم. فعلا دیگه 3 سال میشه که ضابط شدم. خیلی خوب. خب بعد هم از بانو صابره میشنیم که چقدر مدت میشه اینا در صف پلیس ملی هستن و دارای کدام رتبه وظیفه می باشن؟ اولتر از همه سلام و احترامات برای شما و بینندگان عزیز وطن خود تقدیم می کنم. بعدا تبریک باشه استقلال برای همه بیتون. مدت زیادی نیم، مدت 3 ماه میشه که در نظام پیوستیم. خودم ساترمن هستم، رتبیم داریم در بست نمره وظیفه اجرا میکنم و از وظیفه خود خیلی راضی هم هستم، خوشم هستم. آها سپاس. و از ناجیه جان میشنویم که چقدر مدت میشه که در پروسه آمدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام تقدیم شما به بیننده های عزیز ما و روز استقلال و شما و بیننده های عزیز ما تبریک عرض میکنم. تشکر. دیگه ما تقریبا 3 ماه میشه در پلیس آمدیم. آها خیلی خیلی خوب است و یه جای افتخار همچنان هست. خب در خانواده زیادتر که تشویقتان میکرد در رسایی که شما رفتین ایفای وظیفه میکنیم؟ زیادتر مادر جان تشویق میکرد، دیگه یگم شیرین بود. در اولی که البته خودتون خلاق همندی به وظیفه داشتین. خب در اول که شما البته ایفای وظیفه میخواستین بکنین یا یک کامیاب شین برین تحصیل کنین، فامیل کدام ممانعت ایجاد خونه میکرد؟ خیلی زیادتر ما تشویق میکردن. خیلی خوب است. از بونو صبره میپرسیم که دلیلی که علاقه گرفتین در بخش نظامی چی چیزی بود و چطور این علاقه در وجودتون پیدا شد تا برین در نظام و خدمت نظام بکنید؟ تشکر میکنم. سوال خیلی سخت بگم یا جالب. شوق علاقه که داشتم چون پدر مادرم در نظام بودن، شوق علاقه زیاد از پدر مادر خود گرفته بودم. هم به خاطر که وطن و افغانستان ما زیاد رنج دیده هستند، مردم های وطن ما، یک علاقه خاص به وجودم پیدا شد تا که من در نظام بیایم به وطن خود و به مردم خود
خدمت پس کنم. پس تانوز کسی همیشه وظیفه را اجرا میکنین، این سیما را چگونه سپری کردین و چقدر بیشتر حلاخمند این وظیفه شدین و بیشتر حس وطن دوستی و حس میهن دوستی بیشتر شده باشده وجودتان؟ در مدت سیما وظیفه اجرا کردیم یا وظیفه میروم میایم نسبت به سابق بیشتر شده است که علاقه زیاد پیدا کنم، چون روز تی شده که میبینیم جنگ و جنجال زیاد است، مردم افغانستان ما خیلی رنجیده هستند، تو ما یک مایه افتخار به اونا باشم که دیگرانم مثل ما یک دختر افغان دست بکشن یا قد بکشن تا نظام بیاین تا وطن خود آباد و سربلند بسازن. سپاس ما همچنان حمایت میکنیم و تشکر سلامت تقدیر میکنیم و از همچنان بانوانه که میتونن در کنار مردان سادگی بکنن و خدمتگزار واقعی در کشور خود باشن و واقعا قهرمانایی همچنان داریم در ولایت جوزجان به خصوص و خیلی جای افتخار همچنان هست و افتخار میکنیم که همچون بانوی قهرمان داریم. و خانم ملاله بر ما شما بگین از وظیفتون چقدر راضی هستین و چه انگیزه باعث شد که شما این رو برای انتخاب کردین و ایفای وظیفه کنین؟ من خودم خوش بودم خب میشه در مورد زندگی خود بگین خانم ملاله که داره چند فرزند هستین و یا خانواده تشکیل دادین یا نه و چقدر راضی هستین هست نظام و هست خانواده و هست زندگی تو؟ بله از خانواده ام از فامیل ام ازم میگه راضی هستم. خیلی خب. خب هموطن عزیز ما، نیروهای دفاعی افغانستان در روز استقلال یگانه افراد هستند که باید سبب تقدیر و تحسین بیشتر قرار بگیرند، چون امروز اگر ما به 100مین سالگرد استقلال افغانستان رسیدیم تنها دلیلش فقط همو نیروهای دلیر شجاع افغانستان بوده که در زمان امان‌الله خان، البته که تا هنوز 100 سال میشه از استقلال افغانستان، همیشه جنگیدن و همیشه کوشیدن و همیشه در کنار مردان دلیر دیگر ساده شدن و همیشه خدمتگزار بودن. خب والا هم از ناجا جان پرسان میکنیم، گوشگک شیشه صدای خانه نمیکشه، از ناجا جان میپرسیم که چرا این مسلک انتخاب کردی و هدف چی هست؟ به خاطر که من نسبت به شب قلقم داشتم، گفته صابره جان هم میخوایم که در وطن خود با مردم خود خدمت کنم و تا یک روشنی شوم که تا دیگر دختران که هستن، خواهرای عزیز ما هستن، که یک موهی شوم که با اونا که اونا هم تا یک روی بله باز شوم که اونا هم در صفوف پلیس پیوندد. بله ایفای وظیفه کنند هستن که همیشه کار را میکنن که دیگر را انجام ندن. امروز شما پای گذاشتین بر نظام، شاید شما را دیده بیشترین از بانوان دیگر ما علاقه بایی بگیرن که بیان در نظام کار بکنن. خب از بانو صابره دوباره میپرسیم که دلیلی که شما تانوس کار کردین، بعضی آزار اذیت هایی هست در جوانشان و در بعضی ولایت های ما که از طرف مردان و طرف زنان داده میشن، پس شما خودتان در نظام کار میکنین، شاید بعضی هست گفته ها، بعضی از کنایه هایی را از طرف مردان شنیده باشین، پس در مقابل از اون برخورد شما چگونه بوده و چه استقامت را انجام دادین شما؟ در مدتی که ما وظیفه اجرا کردیم پیش از او از دیگه دوال مقصد خفه نشین درست شما باشه، مردان هستن که طبقه مناسب ببینن، میخواین هر دشنام بتن هر گپی بگوین، ما در مقابلشون طوری رفتار کردیم که از گفته خودشون پشیمون شون. بله، یعنی هیچ وقت از حد اهدافتان هست، نیتهای خوبتان که خدمت به وطن است دست نمیکشه؟ نه خیر نمیکشه، هیچ کار مانی وظیفهشان شده نمیتونه و هیچ خوب است که همیشه ما تلاش کنیم هر مانی که سر رای ما آمد او را مد نظر نگیریم و به هدف که داریم به اون هدف خود انشاءالله میرسیم. و تشکری خاص میکنم از هر سه شما که امروز البته برنامه ما رنگی‌تر و قشنگ‌تر کردیم با حضورتان، تشکر از تشریفتان. خب سلامت باشین. حالا هم از جای دل میریم طرف یک آهنگ خیلی زیبا و به صدای قیس و الفت یک جا تماشا میکردیم که آهنگ راجع به میهن سروده شده. این تقدیم میکنم خاص به کسایی که همین لحظه ما را بینده هستن و همچنان خاص به تمام نیروهای امنیتی ولایت جوزجان. دوباره برمیگردیم در ادامه نسیم صبح باشیم. وطن با حضور نوابغ زندگی میکند و با خون شهدا زنده میماند.
دوباره سلام تقدیم شما و سه تن از بخش بانوان البته در بخش نظامی بودن که بله. میمان ما بودن. واقعیت زنان خیر شجاع دلیر و پر از آرزو و هدف های بزرگ بودن که داشتن در زندگی و به اساس همون هدف های بزرگ پیوستن به نظام تا خدمتگزار واقعی در افغانستان. بله هم واقعی این بانوان بر آدم روحی مثبت می بخشن و هم البته گچه کودک که بودم بانوان ادنزدیک نیده بودم که اینا وظیفه اجرا میکن اما شنیده بودم، اما حال 100% باور کردم که واقعا قهرمانای وجود داره در افغانستان که باعث افتخار ما هستن و همیشه قهرمان باقی میمانن. و تشکری خاص میکنم شما عزیزای دل که تا این دم با ما هستین و امروز همچنان در همین لحظه‌ای که از خاص پلیس دعوت کردیم که دو تن از قهرمانای ما اینجا در برنامه ما حضور دارن و صحبت‌های شیرین همراهشان خواهد داشتیم. بله سلام تقدیم میکنیم به احمد قیس جان و صدرالله سادات، شما خوش آمدید در برنامه رسیم. تشکر. در آغاز یک معرفی داشته باشیم. سلام خدمت شما بیننده های عزیز و تمام نیروهای امنیتی افغانستان. احمد قیس هستم، ساتنمن ارشد قطعه خاصی ولایت جوزجان. مدت 5 سال میشه در قطعه اجرای وظیفه میکنم. بسیار خوش هستم که در صفوف دیگه برادرای خود خدمت مردم افغانستان رو میکنم، خدمت همه خاک میکنم. خیلی احساس خوبی دارم. سپاس. و شما؟ شما را همچنان خوش آمده بگیم. سلامت باشین، عرض ادب دارم خدمت شما کارکنان تلویزیون و همچنان خدمت عرض ادب دارم تمام نیروهای امنیتی و بخصوص بخش شهدای کرام و تقدیم میکنم عرض سلام ادبی خود را. سپاس تشکری میکنیم. خواهران عزیز، امروز اگر قرار باشه 100 ساله که از آزادی افغانستان میگذره، تنها دلیلش سادن و شجاعت چنین مردان دلیر افغانستان هست. اگر قرار باشه چنین مردان را ما نداشته باشیم در کنار خود و از مرزهای افغانستان و از خاک افغانستان دفاع نکنه، پس استقلال که ما داریم و این آزادی که ما برش زندگی میکنیم نمیتونیم با شکل خوبترش با شکل درسترش زندگی خود داشته باشیم. پس امروز ما خیلی منتگذار هزینا هستیم که واقعیت اینا کسایی هستن که خون میتن اما هیچ وقت خاک نمیتن. واقعیت افتخار میکنیم و چنین سربازان از افغانستان که ما سربازان خیلی شجاع و دلیر داریم. خب احمد قیس جان، میشه بگوین که این وظیفه‌ای که شما در نظام در قطعه خاص کار میکنین چقدر برتان بیشتر حس همدلی و حس وطن دوستی، حس انسان دوستی را در وجودتان بیشتر میسازه که همیشه در حالت هستین که باید با دشمن مقابله بکنین و دشمن شکست بدین و با خاک که افغانستان است یک آزادی کلی را به بار بیارین؟ باز هم سلام خدمت بیننده ها. من بهترین احساس دارم، بسیار خوشم هستم که در صفوف پلیس افغانستان ایفای وظیفه میکنم و خیلی خوشحال هستم. تا قدر خونی هم دارم، میخوایم همه دریشی در جانم باشه، با همه دریشی خدمت مردم عزیز خدا بکنم. هر کس به هر نوع به هر شیوه خدمت میکنه به افغانستان، اما ما به می عرصه که قدم مانده میخوایم از همه طریق خدمت کنیم به مردم عزیز خود، به خاک خود. احساس خوبی داریم. سپاس و تشکری خاص میکنم از هر دوی شما، باز هم افتخار بخشیدین که اینجا آمدین. و از آقای صدرالله میپرسیم که زمانی که شما در جنگ میرین، در محل جنگ میرین، آتا احساس نمیکنین که همین لحظه از بین میرم، همین لحظه من شاید زنده نمانم؟ ما اگر احساسی مردان هم بکنیم و احساسی چیز هم بکنیم، باز هم در افتخار میکنیم که برای ملت خود خدمت میکنیم، میریم در صفوف بخاطر اینکه مردم آرامش و چیز خدا احساس بکنن. ما در خدمت مردم و همیشه میخواهیم که همه قدر خون هم که داشته باشیم در رای دفاع از وطن و نوامیس ملی از بین بریم. سلامت آقای صدرالله، چی انگیزه باعث شد که شما به این قطعه خاص پلیس شوید؟ انگیزه ما ای است که امی میبینم که وطن ما وطن است که همیشه جنگ زده است و در این مدتی که ما چندین سال از پانتون و از مدارس و یا اینکه مکتب که خواندیم میدیدیم که انتحار انفجار، باز ما همین احساس پیدا کردیم در قلب احساس پیدا شد که بریم در صفوف پلیس ما و در صفوف ما به مردم خود خدمت بکنیم. سپاس. از احمد قیس جان میپرسیم که با این چیزایی که خودشان در تن دارن آیا بارشان سنگینی نمیکنه؟
نه خیر، سنگینی نمیکنه و خیلی خود راحت هم حس میکنم. وقتی به خاطر خدمت به مردم، به خاک، به ملت به پا برخیزی و هیچ چیز بپوشی، خودت یک شور و یک هیجان به جانت میه که میگم همیشه من همه قسم خدمت مردم بکنم. وقتی ما به عنوان قطعه خاص پلیس در شهر میبرایم، مردم از ما بسیار احساس خرسندی داره، بسیار خوش هستن، بسیار استقبال گرم میکنن و ما افتخار میکنیم. خب سبو جان متوجه هستیم، ما فقط این کارت دو دقیقه به دست ما گرفتن هم میتونیم آفرین و به شکتان البته موفقیت ها از آنتان باشه که اینقدر چیزهای سنگینی را شما میوردارین و البته در جنگ ها میرین و از ما حفاظت میکنه خداوند. هست شما همچنان مثل این که شما از ما حفاظت میکنه، خداوند از شما حفاظت کنه. خب پیام حمد قدی جان هم میشنیم در روز به مناسبت استقلال افغانستان، چه پیام به مردم دارین و چه پیام به نیروهای مخالفین دولت که در مقابل دولت در مقابل شما می جنگن، چه پیام دارین؟ باز هم صدمین سال روز استرداد استقلال افغانستان به تمام مردم شریف افغانستان تبریک میگم، به خصوص نیروهای امنیتی، قطعات خاص پلیس. پیام مایی است که هر کی در هر جایی که است در افغانستان ما یک خدمت صادقانه و عادلانه بکنه، بس از جنگ در افغانستان، بس از قدر برادرکشی، دیگه مردم خسته شده از جنگ. خدا کنه این استقلال یک استقلالی باشه که بعد از این ما به یک سایه صلح آرامش انشاءالله و همدلی زندگی کنیم. پیام ما همی است که هر کی بیاید در چوکات نظام، در چوکات دولت، اگر هر کسی که است بیاید داخل چوکات وظیفه خود پیش ببره و با جوانایی که فعلا مکتب میخوانن یا ای که در پنتون هستن، در هر جایی که هستن، باز هم پیام ما برشانی است که صادقانه درس بخوانن در هر جایی، در هر ارگان، ولو که هر شعبه است وظیفه بگیرن. فقط اما هم دلی و برادری که در مفکوریشان باشه و ما میتونم بهترین وظیفه را اجرا کنم. سپاس و تشکری خاص میکنم از آقای قیس و همچنان آقای صدرالله که اینجا تشریف آوردن، برنامه ما را قشنگ کردن با حضور زیبایشان. و دوستای عزیز آل هم میریم طرف یک وقفه خیلی هاکوتا، دوباره بر میگردیم در ادامه نسیم صبح و همچنان در بخش موسیقی با ما همراه باشید. عزیزای بیننده دوباره برگشتیم، یک سلام خاص و ویژه تقدیم میکنم با ویده کسایی که همین لحظه از پرده تلویزیون بیگ ما را تماشا میکنن و دوستای عزیز خدا کنه خسته نشده باشین. والا هم در بخش موسیقی در نسیم صبح قرار داریم که دو هنرمند دو آوازخوان خیلی ها محبوب ولایت جوزجان خاصیم اینجا حضور دارن و امروز بهترین آهنگا را تقدیم ما خواهد کردن. آقای امیدالله عمری و همچنان آقای محمد صادق عمری را خیلی خوش آمدید میگم و جشن استقلال تبریک برشان میگم. تشکر، سلامت باشین و من پیش از اینکه سخنهای خود آغاز کنیم از شما سوالا داشته باشیم. من جشن استقلال صدومین سالگرد افغانستان به همه کافی مسلمان و بخصوص به مردم جلجان و به خودتان و به همکارای تخنیکیتان تبریک میگم. با آقای صادق همچنان جشن استقلال افغانستان تبریک میگم. زنده و سلامت باشین. من به نوبه خود با شما دو گوینده موفق تلویزیون و به تمام هموطنان خود تبریک میگم. خدا کنه این روزا بخیر و خوشی سپری کنم. سپاس و شکری میکنیم. باز هم شما را خوش آمدید میگم. خب امروز در بخش موسیقی قرار داریم و باز هم همید جان با یک هنرمند دیگر جدید هست دولت جوزجان، البته آقای محمد صادق عمری امروز مهمان ما هستند و با آوازهای خیلی زیبایشان، البته آهنگای میهنی، امروز برنامه ویژه نسیم صبح را بیشتر ویژه تر می سازم. سبو جان سوالات و پرسش ها را می مانیم البته بعد از آهنگ. چه خوب است که دوستا خسته اگر شده باشند با می اجرای از اینا یکی از اجرای خوبشان خستگیشان رفع شوه و یک اجرای خوبی داشته باشیم از شان نگاه هنگ خیلی زیبا. در نخست از همه جان تقاضا می کنیم تا یک پارچه از آهنگایی که آماده کردن یا آماده هسته میشه تقدیم ماتون عزیز بکنیم. تشکر، ما به خدمت هستم. یک پارچه آهنگ میهنی است چون جشن استقلال است به خاطر خب از آهنگ از خودتان هستن؟ نه، آوازخوان باستانی که ما باستانی میکنیم دیگه، آهنگ از جاوید امرخیل است. خیلی خوب است، از چه بهتر عالی است. آهنگ جاوید امرخیل واقعا آهنگ خیلی زیبایی هست. از صدای امید جان شنوا می باشه.
شوم تو تو من یک جان دو تن ہے وطن من می شوم تو تو من یک جان دو تن ہے وطن این اس میدان یتن و یتن برای این وطن نس میدانی یتن و یتن برای این وطن من تو شوم تو من شوی تا کی منو تو ما شویم من تو شوم تو من شوی تا کی منو تو ما شویم من تو شوم تو من شوی تا کی منو تو ما شویم من تو شوم تو من شوی تا کی منو تو ما شویم با بیرق خود سر بلند بر قله دنیا شویم با بیرق خود سر بلند بر قله دنیا شویم بیا که میدان یتن افغانستان کوچکست 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 پشتون اینجا تاج کسی ازار اینجا ازبکسه پشتون اینجا تاج کسی ازار اینجا ازبکس لای 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 خیلی قشنگ خیلی عالی بود. آهنگ میهنی را در روز آزادی افغانستان بشنویم. چقدر که احساس عجیب در انسان رخ میده، پر از احساس وطن دوستی، میهن دوستی و انسان دوستی. خیلی زیبا می جان، با آواستان برکت. امید از اینکه همیشه همراه هم زیبا بخوانین و صاحب در خوشی همتون عزیز باشد. آخه تشکر والا هم از محمد صادق جان میپرسیم کدام اجرا را بر ما دارن و کدام آهنگ را بر ما میخوان. خب ما به خاطر جشن استقلال افغانستان خواستیم خواندن میهنی انتخاب کنیم چون که خواندنا بود اگرچه خواندنای خودمان بود میهنی نبود دیگر خواستیم میهنی انتخاب کنیم از احمد ظاهر. خب با امید جان آشنایی بیشتر داریم چون در چند برنامه اشتراک کردن و آوازهای خیر خواب را خواندن اما از محمد صادق جان هومری اصلا دعوت نکرده بودیم امروز دعوت کردیم و با اینا آشنا میشیم یک سوال میخوایم از شان بپرسن پیش آهنگ چی چیز دلیل شد که شما بیاین طرف موسیقی و آواز بخوانید؟ خب سوال کردین هر بخش از خود یک جداگانه بخش خود داره خصوصا دنیای موسیقی یک بخش دیگه است دیگه خواست ما بود که تبخوش همه وقت باشیم یا بتانیم از طریق خدمت جامعه از طریق صدای خود باشیم دیگه خواستیم پیش بریم همین رقم اجرای محمد صادق جان میشنویم و ببینیم که کدام آهنگ بر ما اجرا میکنه قربانتان سلامت زنده باشیم Thank you.
تنی دا یاد تو در تارو بودم ای هنی می هن بود لبیز از عشقت وجودم ای هنی می هن تنی دا یاد تو در تارو بودم ای هنی می هن بود لبیز از عشقت وجودم ای هنی می هن اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار بسوی تو بود روی سجودم ای هنی می هن بسوی تو بود روی سجودم ای هنی می هن تنی دا یاد تو در تارو بودم ای هنی می هن بود لبریز از عشقت وجودم ای هنی می هن با هر مجلس با هر زندان با هر شادی با هر ماتم با هر مجلس با هر زندان با هر شادی با هر ماتم با هر حالت که بودم با تو بودم ای هنی می هن با هر حالت که بودم با تو بودم ای هنی می هن تنی دا یاد تو در تارو بودم ای هنی می هن بود لبریز از عشقت وجودم ای هنی می هن تنی دا یاد تو در تارو بودم ای هنی می هن بود لبریز از عشقت وجودم ای هن خیلی قشنگ، خیلی مقبول بود. تشکر بسیار زیاد. شما همچنان از آواز خیلی فوق‌العاده برخوردار هستین. به امید از اینکه بیشتر قسمی که تانوس یعنی علاقه به آوازخوانی بوده علاقه بیشتر شود بتانیم از صدای شما از هنر شما بیشتر مستفید شد. زنده و سلامت باشین. تشکری خاص میکنم ازتان که دعوت به عمل آوردین ما را اینجا. دیگه بسیار خوش شدیم که تو شما به این دو موفق ما هم خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما در کنار ما هستی. تشکر از اینکه تشریف آوردین. ممنونتان. باز هم موفق باشین. سلامت. انشالله و... بخیر یک پیام برتان نوید بتیم در روزای بری دیگه با آمادگی کامل. انشالله حتما. انشالله ما آگاه شدیم که شما یعنی آواز میخوانین. آواز خیلی حق قشنگ همچنان دارین. انشالله در روزای بعد هواتان میگیریم. وطن 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 تو سبز جاودان بمان که من پرنده مهاجرم که از فراز باغ پرصفا تو به دور دست می گرفته پر گشوده هم. همتون عزیز ما همچنان رسیدیم در دقایق از آخر برنامه نسیم و صبح یک آهنگ خیلی زیبا تماشا میکنیم بعض آهنگ دوباره بر میگردیم در بخش بعدی برنامه بخش از که ما یک کیک را آماده کردیم با میمونان عزیز خود کیک با مناسبت از صدمی سرخرد افغانستان و همچنان با از حضور سربازان و نیروی شجاعی دلیر افغانستان با اونا یک جای که خط خواد کرده میریم با هم هاهنگ تماشا میکنیم دوباره ما را فرق موشنگ ما را دنبال کنید
وطن یعنی گذشته از حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. اعضای دل در لحظات پایانی برنامه قرار داریم و همچنان نیروهای امنیتی ولایت جوزجان از بونون و همچنان آقایان در کنار ما هستند. در البته بخش اخیر برنامه ما به مناسبت 100 سالگرد جشن استقلال کیک را آماده کردیم که اینا قدش میکنن و تجلیل از استقلال میکنیم. و صبور جان چی خوب است که شروع کنیم به قطع کیک؟ بله، در نخست از این که بریم سر که قطع کردن، باز هم از تمام میمونان که امروز حضور پیدا کردن و خصوصا نیروی نظامی که در کنار ما نشستن تقدیر و تحسینشان میکنیم و از تمام وطن عزیز ما خواهش میکنیم که هر کجایی که هر نیروی از نظامی افغانستان در هر کنار و جاده‌ای که در مصروف به دفاع از وطن و خاک ما هستن، همیشه با یک کلمه و دو کلمه و یک جمله زیبا اونا را تقدیر و تحسین بکنن، چون اونا بیشتر روی هم میگرن، بیشتر احساس وطن دوستیشون، احساس میهن دوستیشون بیشتر میشه تا باشد بیشتر کوشش بکنن به آزادی افغانستان، به دفاع از خاک افغانستان. خب میریم یک پیام را میگیریم از صدرالله جان که چی پیام دارن به هموطنان عزیز ما. پیامشون خیلی کوتاه باشه، وقت ما همچنان خیلی کم. یک پیام خاص دارم برای تمام همشهریان عزیز، به خصوص ملت رنجیده افغانستان، که با نیروهای امنیتیشان همیشه همکار باشن و نیروهای امنیتیشان را تقدیر کنن. و یک پیام خاص به خانواده های شهدا دارم که اونا را خداوند صبر جمیل برایشان عطا بفرماید، که اونا خانواده هایشان را از دست دادن، جرگرگوشه هایشان را از دست دادن. می خواهم که اونا همیشه با نیروهای امنیتیشان همکار باشند. تشکر شما. و حالا هم از بانو صابره یک پیام خیلی ها کوتاهی را می داشته باشیم. خب میشه پیامت بگوی صابره جان؟ تشکر میکنم از شما که ما را به اینجا دعوت کردین. بسیار زیاد سپاس. پیام ما ای است که اگر انگیزه به دختر خانمای وطن خود میتونم که با ما همکار شوند، دست به دست شوند تا افغانستان خود به روشنایی بکشیم. سپاس، تشکر میکنیم. باز هم تحسینات عرض میکنیم به تمام خانواده شهدا و کسایی که فرزندان جگرگوشه های خود از دست دادن. تحسینات بر تمام خانواده ایشان و امیدی که افغانستان ما با صلح که آرزویش هست، هر فرد در طفل از افغانستان آرزویش داره، با صلح برسیم. و باز هم مبارکباد میگیم استقلال و هم اکنون میریم چیزی که باز هم مبارکباد. و اینجا ما هم تحفه دارم از اینا، فکر نکنین که شما البته سرجان تحفه ناده، حتما قسم میگن برگ سبز تحفه درویش. ما هم یک دسته گل خیلی زیبا را به صابره جان تقدیم میکنم. ای از شما جا بازم موفق باشین. ای از شما بازم موفق باشین در هر چیزی که شما وظیفه اجرا میکنین، همیشه از سربلندی از آن شما باشه. والا هم نوبت به این رسیده که کیک قطع کنیم. دوستا شاید منتظر همچنان باشن، شما را زیاد انتظار نمیمونیم. حالا هم میریم طرف قطع کیک. خب از صابره جان میخواییم تا کارده بگیرن و کیک قطع بکنن با هم یک جان که صابره جان دستت نوستانا